سلام و خوشحالم که تا این جلسه که آخرین جلسه از دوره آموزشی HTML هست با من همراه بودید. توی 10 جلسه قبل ما مفاهیم و تگ‌های مقدماتی HTML رو با هم بررسی کردیم و تو این جلسه قراره که از تمام اون آموخته هامون استفاده بکنیم و با استفاده از HTML و یکم CSS در اون حدی که توی بخش 4 همین دوره یاد گرفتیم یه وبسایت خیلی ساده طراحی بکنیم. من هوریا هستم و این آخرین جلسه از دوره آموزشی HTMLه. هدف من از این دوره آموزشی این بود که شما اولین قدم رو برای طراح سایت شدن محکم و درست بردارید تا هر چقدر سریع‌تر بتونید وارد بازار کار این حوزه بشید. اگه دوست دارید در ادامه مسیر برنامه نویسیتون با ما همراه باشید، لطفاً کانال ویژن آکادمی رو سابسکرایب بکنید. دوره های مثل CSS و جاوااسکریپت رو هم میتونید از طریق همین کانال دنبال کنید. همونطور که میبینید این وبسایتی هستش که ما قراره امروز با همدیگه قدم به قدم پیش بریم و طراحیش بکنیم. فقط قبل از طراحی وبسایت من چند تا نکته رو بگم بهتون. اول اینکه توی این وبسایتی که با هم طراحی میکنیم از ساده ترین تگ‌ها و کدهای ممکن استفاده شده. به خاطر اینکه ما هنوز خیلی چیزی در مورد زبان‌های دیگه نمی‌دونیم، فقط HTML یاد گرفتیم و این اولین باریه که می‌خوایم یه سایت رو با استفاده از HTML طراحی بکنیم. و قطعاً وقتی که شما CSS یاد بگیرید یا جاوااسکریپت یاد بگیرید یا حتی یه زبان مثلا بک‌اند یاد بگیرید مثل C#، خیلی از چیزایی که تو این ویدیو داریم ازش استفاده میکنیم دیگه کاربرد نداره، ممکنه کاربرد نداشته باشه یا مثلا ممکنه یه راه ساده تر جایگزین براش باشه و هدف این ویدیو فقط این هستش که شما بدونید از طریق چیزایی هم که تا حالا یاد گرفتید میشه یه وبسایت رو طراحی کرد. نکته دوم اینه که ممکنه شما توی سرچاتون به مثالهایی برخورد بکنید که قالب و نمای وبسایت رو با استفاده از تگ تیبل توی HTML طراحی کردن. ولی یادتون باشه که این روش کاملا منسوخ شده و دیگه کلا استفاده نمیشه، شما هم استفاده نکنید چون روی سایتتون تاثیر منفی داره. نکته سوم اینه که من یه جاهایی توی این ویدیو سعی میکنم که سرچ کردن رو هم یاد بگیریم. با هم دیگه سرچ میکنیم و کدا رو عملا پیدا میکنیم. شاید لازم نباشه که اون کد رو بنویسیم. فقط پیدا میکنیم اون رو توی سایتمون میذاریم. کاری که از این بعد خیلی باهاش سر و کار دارید و خیلی باید توی سرچ قوی بشید بتونید سرعت کارتون رو از این طریق بالا ببرید. از کدهای آماده استفاده بکنید و خیلی وقتا خطاهای برنامه نویسی و کد نویسیتون رو هم باید از طریق سرچ پیدا بکنید. و نکته آخر هم برای کسایی که سایتشون فارسیه و ممکنه که با تگ‌ها تا حالا دچار مشکل شده باشن. البته که همونجور که دیدین تا حالا ما توی نرم‌افزارهایی مثل اتم یا نوت‌پد پلاس پلاس میتونیم فارسی تایپ بکنیم. فقط ممکنه که یه جاهایی مثلا زمانی که از بین متن میخوایم که یه کلمه رو کپی بکنیم یا بخوایم مثلا دو تا تگ این ور اون ورش بذاریم دچار مشکل بشیم، نتونیم روش کلیک بکنیم یا قسمت درستش رو برامون کپی نکنه. این مشکل این نرم افزار هاست و برای اینکه این مشکل برامون به وجود نیاد شما میتونید از نرم افزار ویژوال استودیو کد استفاده بکنید که دانلودش هم کاری نداره. ویژوال استودیو رو سرچ میکنم و روی اولین سایتی که میاد کلیک میکنم. اینجا توی وبسایت من ویژوال استودیو کد رو انتخاب میکنم چون کار کردن باهاش راحت تره، وگرنه حالا توی ویژوال استودیو هم میشه نوشته HTML، ولی ویژوال استودیو کد برای ما که اول کار هستیم راحت تره. اینجا هم بهمون نشون میده که نرم‌افزار رو میخوایم برای ویندوز دانلود بکنیم، برای مک دانلود بکنیم یا برای لینوکس. من اینجا چون سیستمم ویندوز هست ویندوز رو دانلود میکنم. خیلی هم سریع دانلود میشه. روی فایل اگزه که اینجا هست کلیک میکنم. Accept, Next.
من میخوام توی درایو سی نصب بکنم ویژوال استودیو رو، که حالا فرقی هم نمی کنه، شما اگه دوست دارید میتونید جاش رو تغییر بدید. نیکست و اینستال. ساب میکنیم تا اینستالیشنش تموم بشه. و این محیط ویژوال استودیو. من اگر که بخوام اینجا یه نیو فایل بزنم و مثلا همین رو یه ذخیره بکنم و اسمش رو بذارین توی دسکتاپ ذخیرش بکنم و اسمش هم بذارم index.html مثلا، سیو میکنم و این یه فایل html. حالا اگر که من بخوام اینجا یه تگ html بنویسم مثل تگ پاراگراف، مثلا بنویسم از زبان فارسی پشتیبانی میکنه، و اینجا میتونم مثلا اگر که بخوام پشتیبانی رو بولد بکنم یه کپی کنم پشتیبانی رو، اینجا یه تگ بولد بنویسم و پشتیبانی رو اینجا پیست کنم و در نهایت بیام جای این پشتیبانی قبلی پیستش بکنم. توی این نرم افزار کار کردن با زبان فارسی به نسبت راحت تره. اگه دوست داشته باشین و با این نرم افزار هم راحت تر باشین، میتونید با همون ویژوال استودیو به کد نویسیتون ادامه بدید. بعدن هم براتون مفیدتر هست، چون اگر که بخواین مثلا سی شارپ یاد بگیریم باید توی ویژوال استودیو کار بکنید و توی ویژوال استودیو کد بزنید. خب بریم سر وقت مبحث اصلی این بخشمون که ساختن وبسایت بود. مثالی رو که واسه این بخش در نظر گرفتم یه وبسایت خیلی ساده آشپزی سالمه. فرض کنید یه وبسایتیه که میخواد یه سری دستور غذایی، یه سری رسیپی براتون بذاره و شما میتونید توش لاگین بکنید، میتونید برید توی بخش بلاگش و دستورات آشپزیش رو ببینید، توی قسمت ویدیوها میتونید ویدیوهای یوتیوبش رو ببینید و یه بخش درباره ما داره و یه بخش تماس با ما که به ساده ترین شکل طراحی شدن. و بریم با هم دیگه ببینیم که چی کار کردیم توی این وبسایت. شما قبلا همه اینها رو توی در جلسه قبلی یاد گرفتین، امروز فقط قراره چیزایی که یاد گرفتیم رو با هم دیگه مرور بکنیم. من میخوام باز هم با اتم کار بکنم، ولی اگه شما نرم افزار دیگه ای رو میخواین که باهاش کار بکنین و یاد بگیرین مثل نوت‌پد پلاس پلاس یا ویژوال استودیو کد، هیچ مشکلی نداره. شما تمام این مراحلی رو که ما اینجا با اتم میریم با نرم افزاری که مد نظرتونه پیش بدید. از اول با هم دیگه شروع بکنیم. اتم رو باز میکنیم. صفحاتی که اینجا هست رو من ببندم، صفحات اضافه رو، و روی نیو فایل کلیک میکنم. گفتیم که اولین صفحه وبسایتمون رو تو حالت پیش‌فرض به اسم ایندکس ذخیره میکنیم. من اول صفحه‌ام رو ذخیره میکنم که هرچی که توش مینویسم حالت HTML به خودش بگیره و شبیه کد HTML نمایش داده بشه. برای ذخیره کردنش هم که یادتون هست حالا سیو از یه سیو میزنی. من میخوام توی دسکتاپم یه فولدر جدید درست بکنم به اسم هلسی وبسایت و این صفحه رو با اسم index.html توی اون فولدر ذخیره بکنم. خب بریم روتین یه صفحه HTML رو با هم دیگه بنویسیم. از داک تایپ شروع میکردیم اگه یادتون باشه و بعد از اون تگ HTML رو مینویسیم
تگ باز و تگ بسته. یه تگ هد قراره که داشته باشیم و تگ بسته هد و یه تگ بادی این هم تگ بسته بادی. گفتیم که تگ بادیمون رو میتونیم بیاییم و تقسیم بندی بکنیم به بخشایی مثل هده، بادی و فوتر. حالا من این کار رو انجام میدم و سعی میکنیم که هر چیزی رو سر جای خودش بنویسیم. حالا ممکنه توی این وبسایت ما بخش فوتر نداشته باشیم، ولی از همین حالا به صورت دستبندی بنویسیم راحت تری. اولین چیزی که توی صفحه HTMLمون می نویسیم توی تگ هده. بیایم اول تایتل صفحمون رو مشخص بکنیم با استفاده از تگ تایتل، تگ باز تایتل و تگ بسته. و من اینجا مثلا اسم سایتم رو می نویسم. اینجا می نویسم Healthy Food. متا تگ هامون رو هم بیاییم مشخص بکنیم. متا کرست UTF 8 و اینجا هم تگمون رو میبندیم. متا تگ دیسکریپشن رو هم بنویسیم توی سایتمون که توی سرچ برامون تاثیرگذار باشه. تگ متا یه نیم باید براش انتخاب میکردیم. نیمش رو دیسکریپشن میذاریم. و یه کانتنت اگه یادتون باشه. توی کانتنت میتونستیم اون توضیحی رو که میخواییم توی موتورهای جستجو برای سایتمون نمایش داده بشه رو بنویسیم. ولی یه جمله در مورد وبسایتمون، یه هدف اصلیمون، یه توضیحی که کامل به مخاطبمون نشون بده که ما چه کاری داریم انجام میدیم. من به عنوان مثال میام این جمله رو مینویسم. الان فرقی نمیکنه، شما هر جمله‌ای که مد نظر خودتون هست میتونین بنویسید. خب این از بخش هدمون. فعلا همین متا تگ‌ها برامون کافیه. نمیخوایم خیلی چیزای عجیب غریب بهش اضافه بکنیم. بریم سر وقت بخش بادی. بریم تو وبسایتی که من قبلا ساختم ببینیم. اینجا من صفحه اولم که مین پیجم هست و اینجا هم میبینیم که index.html یه عکس بک‌گراند داره که میتونین شما رنگم انتخاب بکنین، مثلا فقط بک‌گراند رو برایش یه رنگ در نظر بگیرید. ولی من اینجا واسه اینکه جذاب‌تر بشه اومدم و یه عکس گذاشتم. یه نویگیشن بار داریم این بالا که منوهامون رو توش نوشتیم. یه بخش تکست داریم و دو تا هم باتن داریم. بریم و تک تک اینها رو ببینیم توی صفحمون چجوری باید پیاده سازی بکنیم. از بک‌گراند شروع بکنیم. بک‌گراند چون باید توی صفحه فیت بشه و عکسمون به صورت کامل تو صفحه نمایش داده بشه، من اومدم و یکم از کدهای CSS هم برای تنظیم کردن بک‌گراند کمک گرفتم. من اول بیام اینجا توی فولدری که عکسامو ذخیره کردم و برم کپیش بکنم تا اون فولدری که ساختیم. این دوتا عکسو من احتیاج دارم. کپیشون میکنم. اینجا پیستشون میکنم و برمیگردم به اتم. خب چون میخوایم بک‌گراند کل وبسایتمون یه بک‌گراند باشه، ما تمام المانهایی رو که میخوایم بر بک‌گراند بنویسیم باید توی بخش بادی وبسایتمون بنویسیم. یادمون هست که وقتی میخواستیم از دستورات CSS استفاده بکنیم، قبل از هر چیزی استایل رو مینوشتیم. استایل رو مینویسم، تب میزنم و باید از دستور background image استفاده بکنم. اگه بخوایم رنگ رو عوض بکنیم از background color استفاده میکنیم. و وقتی که بخوایم یه تصویر بذاریم background وبسایتمون از background image استفاده میکنیم. background-image دو نقطه. حالا برای اینکه تصویرمون رو اینجا قرار بدیم باید از URL استفاده بکنیم. URL رو من می نویسم، پرانتز باز و پرانتز بسته.
دقت کردین که من الان اومدم عکسم رو قرار دادم تو همون فولدری که فایل HTML مون اونجا بود. پس میتونم خیلی راحت فقط تصویرم رو بیام اسمش رو اینجا پیست بکنم. میام عکسم رو پیدا میکنم. اسمش رو کپی میکنم. فرمت عکسم هم JPEG هست. پس اینجا اسمش رو پیست میکنم .jpeg. و بعد از این دستوری هم که نوشتیم میتونیم از سمیکالن استفاده بکنیم که اگه بعدش خواستیم دستورهای CSS دیگه ای بنویسیم بتونیم این کار رو انجام بدیم. یه کنترل S میگیرم و یه رفرش میکنم که شما ببینید چه اتفاقی افتاد. الان بک‌گراند ما اومد توی صفحه. اگه ما یه محتوای خیلی طولانی توی صفحمون قرار بدیم، اتفاقی که میفته اینه که برای اینکه من بیام به ته اون محتوا برسم باید صفحه رو اسکرول بکنم، میام پایین و عکسم دوباره تکرار میشه. برای اینکه جلوگیری بکنیم از این اتفاق، من میتونم ادامه همین دستور از دستور background repeat استفاده بکنم که اینجا هم هستش و نو ریپیت رو میزنم. البته میبینین که حالتهای دیگه ای هم داره. مثلا من اگه بخوام تصویرم به شکل افقی تکرار بشه باید ریپیت ایکس رو بزنم. اگه بخوام به شکل عمودی تکرار بشه، یعنی چند تا تصویر پشت سر هم از بالا به پایین همین جوری بیان، اون باید ریپیت وای رو بزنم. ولی من الان میخوام اصلا تصویرم تکرار نشه و فقط همین یه تصویر توی صفحه هم باشه، پس من الان از نو ریپیت استفاده میکنم. حالا تو صفحات بعدی بهتون نشون میدم که دقیقا این نوریپید از چی جلوگیری میکنه. با همدیگه عملیش رو هم میبینیم. الان چون محتوایی توی صفحمون نداریم نمیتونم این کار رو بکنم. یه دستور دیگه من میخوام اینجا استفاده بکنم و اون دستور background attachmentه. یعنی میخوام که وقتی که اسکرول میکنم توی صفحه backgroundم ثابت بمونه. برای این کار از background attachment استفاده میکنم. background-attachment که این آخر و فیکسش میکنم. اینم باعث میشه که صفحه من دیگه حرکت نکنه وقتی که اسکرول میکنم و ثابت بمونه. اگه که شما از همه این دستورها استفاده کردیم ولی تصویرتون فیکس نشد توی صفحه، یعنی ممکنه تصویرتون بزرگتر بوده یا تصویرتون کوچیکتر بوده و سایزش مناسب نباشه، شما میتونین با استفاده از دستور background size بهش سایز بدید. الان تصویر من مشکلی نداره ولی اینو مینویسم برای اینکه اگر که شما به مشکل خوردین بتونین که برطرفش بکنین. من background size رو اینجا مینویسم و گزینه کاور رو انتخاب میکنم. کاور باعث میشه که بک‌گراند شما تو کل صفحه فیکس بشه. یادتون باشه که اگه بازم به مشکل خوردید، مثلا تصویرتون کشیده تر بود، کوچیک‌تر بود یا هر اتفاق دیگه ای واسش افتاده بود که با این دستورا نشد برطرفش کرد، فقط کافیه که یه لحظه سرچ بکنید. از حالا سعی بکنید که سرچ کردن رو یاد بگیرید و بهش عادت کنید. فرضاً من الان توی یه موقعیتی هستم که تصویرم درست نیست و میخوام که سرچ بکنم ببینم به جای کاور دیگه چی میتونم بذارم جای سایز بک‌گراندم. من میام تو گوگل فقط سرچ میکنم که بک‌گراند سایز، کاورم مینویسم. میبینید که کامل چیزایی که میتونید سرچ کنید براتون نمایش داده میشه. ممکنه که بعد از کانتین استفاده بکنید به جای کاور، یا مثلا ناتورکینگ رو بزنیم ببینیم که چی بهمون نشون میده. معمولا وقتی که شما سوال برنامه نویسی دارین اولین وبسایتی که بهتون معرفی میشه استک اوورفلوه که خوبه که از حالا باهاش آشنا بشین. میتونید حتی خودتون برین اونجا اکانت درست کنید، سوالاتون رو مطرح بکنید و سوالای بقیه رو هم میتونید ببینید. برنامه نویسایی که معتبرن و کار کردن و خیلی سالی که دارن برنامه نویسی میکنن معمولا توی این سایت میان و سوالای همدیگه رو جواب میدن. حالا برگردیم به سایت هم. امیدوارم که شما هم به مشکلی نخورده باشید، تصویرتون درست باشه و تا این مرحله رو با همدیگه پیش رفته باشید.
برای درست کردن منوی بالایی سایتمون، اگه یادتون باشه ما از نویگیشن استفاده میکردیم یا تگ نو. من اینجا تگ نو رو مینویسم و توی بخش هدر هم مینویسمش، به خاطر اینکه منو یه جزئی از هدر هست. من اینجا نو رو مینویسم، این تگ بازش و این هم تگ بسته نو. برای درست کردن این 5 تا بخشمون بیایم از منوی لیست استفاده بکنیم. من میخوام یه آنوردر لیست داشته باشم که عدد نداشته باشم، مثلا 1, 2, 3 اینا نداشته باشه. پس از آنوردر لیست استفاده میکنم، تگ باز و تگ بسته، و داخل اون میام و از تگ لیستم استفاده میکنم. تگ li، این تگ بازش و تگ بستش. هوم رو هم اینجا می نویسم، چیزی که می خواهیم نمایش داده بشه توی وبسایتم. این از هوم، و برای اون 4 تای دیگه هم من بیام و همین لیست رو کپی بکنم. اینجا و این هم آخرش. و اسمشون رو عوض می کنیم. گفتیم که یه بلاگ داریم، یه صفحه ویدیو داریم، یه کانتکت آس، و یه اباوت آس. من همینو یه کنترل اس بگیرم و یه رفرش بکنم، شما ببینید که مدل نمایشمون چجوری شد. خب بیایم روی رنگ هامون کار بکنیم و اون تغییرات رو که میخوایم توش اعمال کنیم. اول از همه بیایم و بهش یه رنگ بک‌گراند بدیم، که این کار رو باید با استفاده از دستورات CSS انجام بدیم. پس استایل رو مینویسیم و بک‌گراند کالر رو هم مینویسیم. من رنگی رو که برای منو در نظر گرفتم همین رنگ زردی هستش که اینجا میبینین. شما هم اگه میخواین همین رنگ رو استفاده بکنید، این کد رو کپی بکنید. ولی اگر که رنگ دیگه ای مد نظرتونه، میتونید برید توی همون وبسایت W3School اینجا که میبینید و بخش کالر پیکر، هر رنگی رو که دوست دارین انتخاب بکنید، کدش رو کپی بکنید و توی کد خودتون پیست بکنید. این رو سیف کنیم، رفرش کنیم. من سعی میکنم هر کاری که میکنیم رو هر بار رفرش بکنم که شما تغییراتی که اون بار رخ میده رو ببینید. خب الان یه بک‌گراند دادیم به نویگیشنمون، ولی لیستمون بولت داره که نمیخوایم این رو داشته باشه. میخوایم بتونیم روش کلیک بکنیم، یعنی باید حالت لینک داشته باشه. و اینکه میخوایم این بخشی که داریم به عنوان نویگیشن بار کاملا از بالای صفحه شروع بشه، از کناره ها هم فاصله نداشته باشه. برای هر کدوم از اینا باید دستور مربوط به خودش رو اینجا وارد بکنیم. اولیش این که بیایم اول این حالت بولتوار لیست رو برداریم. این کار رو با استفاده از تایپ توی لیست انجام میدیم. تایپ رو مینویسم مساویه با نان، یعنی اینکه نمیخوام هیچ علامتی کنار لیستم نمایش داده بشه. و وقتی که رفرش بکنم میبینید که دیگه اون بولت ها رو ما اینجا نداریم. برای اینکه بتونم روی هر کدوم از بخش هام کلیک بکنم، مثلا من اینجا میخوام روی هوم کلیک بکنم و برم توی صفحه هوم، برای این کار باید یه لینک بذارم پشت صفحه هومم و میام اینجا از تگ A استفاده میکنم. تگ A رو می نویسم و تگ بستش رو هم بعد از هوم می نویسم. اینجا اگه یادتون باشه ما از href استفاده می کردیم و الان چون صفحه ای نداریم که هوم رو بهش متصل بکنیم، من اینجا فقط از یه هشتگ استفاده می کنم که حالت لینک رو به خودش بگیره. و وقتی که این رو سیو بکنم و رفرش بکنم میبینین که الان باتمی که اینجا داشتیم حالت لینک داره و میتونیم روش کلیک. تگ A رو باید برای تک تک اجزای لیستمون کپی پیست بکنیم. من تگ رو اینجا کپی میکنم، این تگ بازش، و تگ بسته رو هم دوباره بعد از
بلاگ و بعد از ویدیو کانتکت آس و نهایتاً هم about us کپی میکنم. الان تمام گزینه هایی که داشتیم حالت لینک گرفتن. ولی من نمیخوام که گزینه هام این شکلی نمایش داده بشه. میخوام حالت کنار هم نمایش داده بشه. میخوام منوم یه منوی افقی باشه. برای این باید چی کار بکنم؟ چرا الان گزینه های من داره اینجوری نمایش داده میشه؟ اگه یادتون باشه گفتیم که دلیلش ساختار هر کدوم از تگای HTMLه. بعضی از تگای HTML بلاک هستن و بعضی هاشون اینلاین هستن. توی ویدیوی شماره 9 HTML تو بخش مربوط به تگ دیو و تگ اسپن ما این مفهوم رو کامل با همدیگه بررسی کردیم اگه یادتون باشه. الان تگ لیست ما از نوع تگای بلاک هست. برای اینکه ما بتونیم تو همون خطی که مثلا یه دونه از تگای لیستمون رو نوشتیم یه گزینه دیگر رو هم نمایش بدیم، باید از حالت بلاکی خارجش بکنیم. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ باید بیایم توی تگ لیستمون، مثلا جایی که هوم رو نوشتیم، بیایم و از یه دستور CSS استفاده بکنیم. اول استایل رو مینویسیم و از گزینه دیسپلی استفاده میکنیم. دیسپلی دو نقطه اینلاین. این یعنی من میخوام این تگ لیست اینلاین باشه، به صورت خطی باشه نه به صورت بلاک. الان باید دیسپلی اینلاین رو توی تگ بعدی هم بنویسیم، یعنی باید بلاک رو هم از حالت بلوکی خارج بکنیم. من میام همین استایلی رو که نوشتم کپی میکنم و توی لیست بعدی هم پیستش میکنم. همین روی سیف میکنم و اینجا یه رفرش میکنم. میبینین که الان هوم و بلاگ دارن کنار هم دیگه نمایش داده میشن. بیاییم و برای بقیه آیتم هم همین کار رو تکرار بکنیم. توی تگ باز لیست این استایل رو کپی میکنیم. یه کنترل اس میگیرم و یه رفرش میکنم. الان باید همه آیتم هامون بله تو یه خط نمایش داده بشه. خب بیایم این خط زیر آیتم هامون رو هم برداریم. ما وقتی که از تگ لینک استفاده میکنیم به صورت پیش‌فرض این خط رو زیر هر کلمه‌ای که می‌نویسیم، زیر هر آیتمی که می‌نویسیم نمایش میده. برای اینکه اون خط رو برداریم باید بریم از استایل توی تگ لینک استفاده بکنیم. توی تگ باز لینک بعد از href من استایل رو می نویسم و دستوری که باید ازش استفاده بکنیم text decoration هست. text dash decoration دو نقطه و این رو هم نام می کنیم. این هم semicolon save و تو صفحه همون رفرش می کنیم. الان هوم دیگه اون خط رو نداره. بریم این دستور رو هم برای تک تک آیتم هامون کپی بکنیم توی تگ باز لینک. خب الان اون خط رو هم دیگه تو هیچ کدوم از آیتم ها نمیبینیم. سایز منومون رو هم بیاییم تغییر بدیم، یکم بزرگترش بکنیم این مستطیلی رو که این بالا داریم. برای این کار میایم توی همین تگ نویگیشن و بخش استایل. توی این بخش ها ما یکم از CSS بیشتر استفاده میکنیم. یه سری چیزها رو هم داریم استفاده میکنیم که توی اون 10 جلسه آموزشی HTMLمون تا حالا ازش استفاده نکرده بودیم. و این طبیعیه که شما اینها رو ندونین چیزی در موردشون. ولی به نظرم بهتره که تمام این موارد رو CSS انجام بدیم. که شما هم ترکیب این دوتا رو یاد بگیریم و قطعا بعد از این یاد گرفتن CSS هم براتون آسون تر. خب برمیگردیم به همون بخش استایلمون توی تگ نویگیشن و از پدینگ استفاده میکنیم. پدینگ رو یه عدد بهش میدیم، مثلا 10 پیکسل سمیکالن و یه رفرش بکنیم ببینیم که اندازمون چه تغییری کرد.
حالا اگر که کمترش بکنیم، مثلا 5ش بکنیم، این به نظرم سایز مناسبی. بیایم و این گوشه هایی که اضافی هم هستن حذف بکنیم از تصویرمون، یعنی منو رو کاملا فیت بکنیم از سمت راست، از بالا و از سمت چپ. اول بیایم و بگیم که ما منومون میخوایم 100% عرض تصویرمون رو بگیم. برای این کار یادتونه که ما میومدیم ویت رو 100% میکردیم. الان باید قاعدتا منومون از سمت راست تا انتها کشیده شده باشه که میبینیم که این اتفاق هم افتاده. پوزیشن منو رو هم باید که فیکس بکنیم، یعنی بگیم ما منومون نمیخوایم که وقتی اسکرول میکنیم منومون هم همراه باهاش اسکرول بشه و بیاد پایین. برای این کار از پوزیشن استفاده میکنیم، تب میزنیم و من پوزیشن رو فیکس انتخاب میکنم. بعد از اون بریم و از بالا منومون رو فیت بکنیم که از تاپ استفاده میکنیم، یعنی حاشیه بالایی رو مساوی با صفر قرار میدیم و بعد هم حاشیه سمت چپ رو مساوی با صفر قرار میدیم. خب این الان دقیقا اون چیزی شد که ما میخواستیم. حالا باید فقط بین این آیتم هایی که داریم رو فاصله بندازیم و یه ذره بزرگترش بکنیم که بیشتر تو چشم باشه و قابل دیدن باشه. برای ایجاد فاصله به صورت افقی ما یادشونه که اگه میخواستیم بریم خط بعدی از بریک استفاده میکردیم، ولی اگر که میخواییم بین دو تا کلمه فاصله بندازیم از AND و NBSP استفاده میکنیم. اگه مثلا من 4 تا از اینا رو بذارم کنار هم دیگه و کنترل S بگیرم، اینجا هم یه رفرش بکنم، میبینین که یه فاصله بین هوم و بلاگ ایجاد شد. حالا باید تعدادش رو بیشتر بکنیم که اون فاصله ای که مد نظرمونه رو ایجاد بکنیم. و من بعد از بلاگ همین رو کپی میکنم، بعد از ویدیو هم کپیش میکنم و بعد از کانتکت آس. یه کنترل اس میگیرم ببینیم که چجوری شد. خب هنوز به نظرم یه ذره این فاصله کمه، میتونیم چند تا دیگه اضافه بکنیم اینجا و برای همشون هم اضافه بکنیم که فاصله های بینشون یکی باشه. اینم کنترل اس و اینم رفرشمون. یه خورده سایز اینا رو هم بزرگتر بکنیم. برای تغییر سایز ما هم میتونیم توی استایل بیاییم فونت سایز رو عوض بکنیم، همین که میتونیم از تگ HTML فونت استفاده بکنیم. من میام اینجا و قبل از تگ لیستم فونت رو مینویسم و بعد از لیست هم میام تگ فونت رو میبندم و اینجا داخل تگ باز فونت سایز رو مساوی با یه عددی قرار بدیم، مثلا مساوی با 4 قرارش بدیم. توی دبل کوتیشن هم قرار میگیره و بریم یه رفرش بکنیم، میبینین که سایزمون یکم بزرگتر شد. شاید اگه 5ش بکنیم بهتر باشه. الان این سایزیه که به نظرم مناسبه واسه یه منوی که الان داریم. اگر که دقت بکنیم وقتی که من روی منو کلیک میکنم، رو هر کدوم از بخشهاش کلیک میکنم، رنگ اون بخشی که روش کلیک میکنم تغییر میکنه. مثلا اینجا هوم من قرمز میشه وقتی که روش کلیک میکنم. این رنگ رو هم اگر که بخواین میتونید تغییر بدین با استفاده از ای لینک که توی تگ بادی مینویسیمش. وقتی که من ای لینک رو اینجا مینویسم توی بخش استایل هم نیست، دقت بکنین که CSS نیست. ای لینک رو می نویسم مساویه با کوتیشن و اون رنگی رو که می خوام بهش می دم. یه سیو می کنم و یه رفرش. ببینین که الان اگر که من روی هوم کلیک بکنم رنگش تغییر می کنه به سبز. یه کار دیگه ای هم که می تونیم انجام بدیم این استش که رنگ لینک هامون رو
وقتی که یه بار روشون کلیک میشه هم عوض بکنیم. مثلا حالا از این حالتی که آبی هست بخوایم درش بریم. اول رنگ لینکمون رو انتخاب بکنیم. من میگم کلن میخوام لینک هم سفید باشن. وقتی هم که روشون کلیک میکنم و صفحه رو میبینم باز هم اونا رو سفید ببینم. پس از لینک استفاده میکنم. لینک رو مساویه با وایت قرار میدم و از طرف دیگه هم از وی لینک استفاده میکنم و اون رو هم وایت قرار میدم. الان یه کنترل اس میگیرم و اینجا صفحه هم رو یه رفرش میکنم. این رو هم با هم دیگه میتونیم ببینیم. الان رنگ لینک هم سفیده. وقتی موس رو روش نگه میدارم سبز میشه و وقتی هم که میرم و وارد اون صفحه میشم و لینک رو میبینم باز هم سفید میشه. کارهای جذاب دیگه هم میشه انجام داد. مثلا وقتی که موس رو میاریم روی لینکمون رنگش عوض بشه یا بولد بشه. یه کارهای این شکلی که اینا رو بعداً با هم دیگه بیشتر در موردش حرف میزنیم. خودتون هم میتونید سرچ بکنید. مثلا خاصیت هاور رو میتونید سرچ بکنید و ببینید. خب بریم سر بخش بعدیمون که میخوایم یه تکست توی این صفحمون بنویسیم. مثلا بگیم Welcome to our page یا همچین چیزی. یه تکست ساده. تکستمون رو بیایم مثلا با H1 بنویم. بعد از بخش هدر و توی بخش می من میام تگ H1 رو مینویسم. این تگ باز H1 و این هم تگ بسته H1. چی میخوایم توش بنویسیم؟ مثلا اگه وبسایتمون اسم داشته باشه بهتره اینجا چون توی تگ H1 هم مینویسیمش از اسم وبسایتمون استفاده بکنیم. ولی من اینجا فقط مینویسم مثلا Welcome to our website. خب یه کنترل S بگیریم و ببینیم که اینجا چه اتفاقی افتاد. مشکل اینجاست که ما بعد از تگ نویگیشنمون باید که بیایم از یک سری تگ VR استفاده بکنیم برای اینکه چند خط بیایم پایین تر و بقیه محتوامون چند خط پایین تر نوشته بشه. من چند تا بریک می نویسم. یک کنترل S می گیرم و حالا رفرش می کنیم. خب الان وضعیتمون بهتر شد و داریم محتوامون رو می بینیم. بریم روی رنگ و سایز جملمون هم یه ذره کار بکنیم. مثلا من میخوام که رنگش رو همون رنگ زرد بذارم و سایزش رو هم تغییر بدم. برای تمام این موارد گفتیم که میتونیم از تگ فونت استفاده بکنیم. من تگ فونت رو اینجا مینویسم. تگ بستش رو هم بعد از Welcome to our website می نویسم. حالا توی تگ باز فونت میام و اون مواردی رو که میخوام مشخص میکنم. مثلا سایزش رو مشخص میکنم. یه عدد 7 هم در نظر بگیریم اینجا و رنگش رو مشخص میکنم. رنگا رو هم من قبلن بر اساس اون سایتی که نشونتون دادم میخوام بچینم و رنگش رو قبلا انتخاب کردم. خب یه کنترل S بگیریم ببینیم که اصلا چه تغییری کرد. یه ذرم از کنار صفحه بهش فاصله بدیم. برای این کار هم میومدیم از MVSP استفاده میکردیم. این رو هم کنترل S میگیریم و رفرش میکنیم. یه ذره دیگه بیاد پایین ترم فکر میکنم که بهتر باشه. یه برک دیگه اینجا اضافه بکنیم ببینیم که چه تغییر میکنه. حالا بعد دوباره میتونیم وقتی اجزای دیگه سفرم چیدیم این رو هم تغییر بدیم اگر که خواستیم. یه جمله دیگه هم بنویسیم که حالا صفحمون پرتر به نظر بیاد. میتونیم توی همین تگ H1 بنویسیم اگر که مهمه
و میتونیم هم توی تگ H2 بنویسیم. من حالا تگ H2 رو امتحان میکنم و اینجا میخوام مثلا بنویسم healthy lifestyle. تگ فونت رو هم براش بذارم. این هم تگ بسته فونت و اینجا هم بیایم دوباره از سایز استفاده بکنیم. و رنگ بریم یه رفرش بکنیم ببینیم که چطور شد اوضاع. خب فقط باید بیاریمش وسط تر توی صفحه. اینجا میتونیم خیلی راحت بازم بعد بیاریمش این طرفتر فکر کنم دیگه اوکی باشه نسبت. خب من میخوام که کاربرم وارد صفحه اول وبسایتم که میشه همونجا بتونه انتخاب کنه اگر که قبلا رجیستر کرده، ثبت نام کرده توی سایت من، بیاد و یوزرنیم پسوردش رو بزنه و وارد بشه. اگرم نه، مثلا اولین باره که وارد سایت میشه یا تا حالا ثبت نام نکرده، بیاد و از گزینه رجیستر استفاده بکنه. من این دوتا باتم رو میخوام پس توی صفحه اولم بذارم. حالا میتونیم از تگ باتم استفاده بکنیم یا اینکه از تگ اینپوت استفاده بکنیم که تایپش باتم باشه. من الان چون در مورد تگ اینپوت هم صحبت کردیم میام و از همون تگ اینپوت استفاده میکنم. قبلش چند تا بریک بزنیم که یه ذره بیایم پایین تر توی صفحه و تا حالا بعدن باید مرتبش بکنیم. همینو چند بار کپی پیست میکنم و اینجا باید تگ اینپوتمون رو بنویسم. تگ اینپوت رو من مینویسم. اگه یادتون باشه اینپوت تگ باز و بسته نداشت و فقط یه تگ بود. تگ سینگل. تگ اینپوت رو مینویسم. تایپش رو میذاریم باتن و یه ولیو براش مشخص میکنیم، چیزی که توی باتممون نوشته میشه و مثلا من اولین ولیو رو میذارم لاگین فعلا. بریم ببینیم که باتممون ساخته شده. کنترل اس میگیرم، اینجا هم یه رفرش میکنم، یه باتم کوچیک اینجا ساخته شد. خب حالا میخواییم به باتنمون استایل بدیم. استایل باتنتون رو میتونید خیلی راحت کپی بکنید. مثلا من سرچ میکنم how to style a button in HTML و مثل بیشتر وقتا W3S Google رو به همون پیشنهاد میده. اینجا اکثر استایلایی که من برای یه باتن میخوام میتونم داشته باشم رو آورده. مثلا اگر که بخوام باتنم یه باتن ساده باشه که الان داریم، اگر که بخوام رنگش رو عوض بکنم و تکسش رو سفید بکنم، اینجا بریم پایین تر تغییر رنگ داره. فقط اینجا اومده باتن رو بزرگتر کرده که اینجا مثلا از فونت سایز استفاده کرده توی CSS. اینجا هم اومده طول و عرض باتن رو عوض کرده و نهایتا اومده گوشه های باتنمون رو تغییر داده، از یه مستطیل کامل به یه مثلا دایره یا بیزی کامل اومده تغییرش داده که اصطلاحا میگیم border radius داده بهش. خب من میخوام که تقریبا یه همچین باتن داشته باشم.
یکم حالا مستطیل کامل نباشه و رنگش هم برای لاگین سبز انتخاب میکنم. بذاریم بریم بنویسیم دونه دونه اینها رو. اول استایل رو مینویسیم. رنگ نوشتم رو میخوام سفید بذارم. وایت رو انتخاب میکنم. سمیکاله. فونت سایزم رو 32 میذارم. شما اگر که دوست دارین میتونین اندازه ها رو تغییر بدین یا مثلا تست بکنین ببینین که چه شکلی میشه. گفتم خود باتنم میخوام رنگش سبز باشه. پس بک‌گراند کالر رو سبز انتخاب میکنم. نمیخوام دورش خط داشته باشه مثلا با یه رنگ دیگه. معمولا وقتی که شما باتن رو میذارین تو همین باتن کوچیکی هم که اینجا درست شده مشخصه، یه حالت دور داره اینجا، رنگ بوردر داره. من اون بوردر رو نمیخوام داشته باشه. میتونین شما اگه میخواین داشته باشه میتونین حتی رنگ هم براش انتخاب بکنید. من بوردرم رو میخوام نان انتخاب بکنم. و سایز باتنم رو هم با پدینگ مشخص میکردم، مثل سایز منو که با پدینگ اومدیم و مشخصش کردیم. من اندازه ای رو که حالا اندازه مثل سایت قبلی که بهتون نشون دادم 15x60 انتخابش کردم. شما میتونید بسته به اینکه چجوری دوست دارین تو سایتتون نمایشش بدین تغییرش بدین. و من میخوام که یکم از حالت مستطیل خارج بشه، پس border radius هم اضافه میکنم. و اون رو هم 8 در نظر میگیرم. با درصد هم میتونید border radius رو مشخص بکنید. خب بریم و یه کنترل S بگیریم اون برم یه رفرش بکنیم ببینیم که نمایشمون چجوری شد. باتم لاگین من ساخته شد و فقط بعد حالا جاش رو مشخص بکنم. بذارید رجیستر رو هم بسازیم با هم دیگه و بعد بیایم جاشون رو درست بکنیم و مشخص بکنیم که اگه روش کلیک کردیم میخوایم که چه اتفاق بیفته. من همین رو کپی میکنم، میام اینجا اینپوت رو پیست میکنم و فقط تکس های داخلش رو تغییر میدم. اینجا به جای لاگین مینویسم رجیستر و استایلم رو همون میخوام باشه، فقط بک‌گراندش رو میخوام خاکستری بکنم، گری انتخاب میکنم و بقیه چیزا رو میذارم همون جوری باشه و دستش نمیدم. این رو هم ببینیم الان که ساخته شد چه شکلی شد. خب این هم باتم رجیستر. رجیستر چون تکستش یکم بزرگتره باتمش یکم بزرگتر شده که اون رو با همدیگه یه خورده میتونیم از طول باتمش کم بکنیم. مثلا من این رو میذارم رو 50. بهتر. بعد که شما CSS رو یاد بگیرید خیلی بهتر میتونید این تنظیمات رو انجام بدید، از یه سری قالب آماده استفاده کنید و خیلی کارهای دیگه میتونید انجام بدید. فعلا من تمرکزم رو خیلی روی CSS نمیذارم. بیشتر میخوام فقط شما با تگای HTML و چیدمان اونها در کنار CSS آشنا بشید. فعلا خیلی سخت نمیگیریم توی وبسایتمون. مدل نمایشمون رو درست کردیم. فقط الان باید یه خورده بیاریمش وسط چینش بکنیم. این کار رو هم با NBSP انجام میدیم. من از اینجا اینا رو کپی پیست میکنم. یکی قبل از تگ اینپوت لاگین میذارم و یکی هم قبل از تگ اینپوت رجیستر. این رو هم کنترل S میگیریم و رفرش میکنیم. یکم باید بیاد بالاتر و یکم جاش رو بهتر بکنیم. اینجوری به نظرم بد نشد. حالا اگه همش رو بخوایم بیاریم یه ذره پایین تر شاید بهترم بشه. بذارین اول صفحه داخلی های لاگین و رجیستر رو بسازیم ما هم دیگه. رجیستر رو چون میخوام ویدیو هم خیلی طولانی نشه و فقط هم یه تگ فرم داره، من صفحه داخلی واسش ایجاد نمی کنم. ولی یه چیزی مشابهش رو توی صفحه کانتکت آس میبینیم.
ولی واسه لاگین یه صفحه داخلی درست میکنم. رجیستر رو فقط برای اینکه وقتی روش کلیک میکنیم یک عکس العملی از خودش نشون بده، میام اینجا و بعد از ولیو یا آن کلیک براش تعریف میکنم. آن کلیک رو زمانی تعریف میکنیم که میخوایم وقتی کاربر مثلا روی این باتن کلیک کرد یه عکس العملی بهش نشون بدیم. من الان میخوام فقط یه نوتیفیکیشن یا یه آلرت بهش نمایش بدم. پس از آلرت استفاده میکنم. اینجا آلرت رو مینویسم و پرانتز باز یه تکست داخلش مینویسم. مثلا میخوام اینو به کاربر نشون بدم. میخوام بهش بگم که Thanks for your registration. این رو هم توی کوتیشن تکی میذارم و سیو میکنم، رفرش میکنم. الان با کلیک روی رجیستر باید به من این آلرت رو نمایش بده که میبینین اینجا هم داره نمایش میده و من میتونم با اوکی ببرمش از صفحه. برای صفحه لاگین هم من باید بیام و یه پیج دیگه درست کنم به اسم لاگین پیج. من میام اینجا و یک نیو فایل درست میکنم. همین اول ذخیرش بکنیم، سیوش میکنم به اسم login.html و تمام این کدایی که تا حالا نوشتیم رو من میام اینجا توی صفحه لاگینم کپی میکنم، چون منو و اینا میخوام همه همونا باشه. این بخش دوتا باتممون رو پاک میکنم، این رو نمیخوایم داشته باشیم، من یه صفحه خالی میخوایم داشته باشیم. یه کنترل اس میگیرم و برمیگردم توی صفحه ایندکسم. حالا زمانی که میخوایم آدرس بدیم، یعنی روی تگ لاگینمون که کلیک میکنه میخوایم بگیم چه اتفاقی بیفته، میایم و توی اینپوت لاگین آن کلیک رو مینویسیم و آدرس اون صفحه لاگینمون رو باید اینجا قرار بدیم. به جای مثلا توی رجیستر اومدیم آلرت رو گذاشتیم، اینجا میایم آدرس صفحه لاگینمون رو میدیم. چون صفحه لاگین من الان توی سیستم خودم هست، مدل آدرس دهیش اینجوریه که می نویسم windows.location .href مساویه با quotation و اسم صفحم که اسم صفحم login.html بود. حالا اگر که من این رو کنترل اس بگیرم و این بر رفرش بکنم، اتفاقی که میفته اینه که من اگر روی لاگین کلیک بکنم منو میبره به صفحه لاگین. توی صفحه لاگینمون میخوایم چی داشته باشیم؟ توی صفحه لاگین میخوایم فقط یه فرم داشته باشیم که کاربر بتونه یوزرنیم و پسوردش رو وارد بکنه و وارد سایت بشه. از یه چک باکس هم استفاده کردیم که اکثر سایت ها استفاده میکنن که بگیم اگه میخواین ساین این بمونین توی وبسایت، این تیک رو بزنید و به صورت پیش‌فرض هم فعاله. البته خب هیچ کدوم از کاری که ما الان داریم میکنیم مثلا همین چک باکس فعلا نمیتونیم اجراش بکنیم به خاطر اینکه وبسایتمون بک اند نداره و این فقط فرانت اند سایت هستش که ما داریم درستش میکنیم با HTML. خب یادتون هست که برای درست کردن فرم ما میومدیم و از تگ فرم استفاده میکردیم. تگ فرم رو من بنویسم اینجا، تگ باز فرم و تگ بسته، و میخواییم که یک باتم داشته باشیم. باز از تگ اینپوت استفاده میکنم و داخل تگ اینپوت تایپش رو تکس انتخاب میکنم. وقتی میخواستیم یه متن به صورت پیش فرض توی تکس باکسمون باشه از پلیس هولدر استفاده میکردیم. میخوام بنویسه ایمیل آدرس
استایل هم همین الان بدیم دیگه بهش. استایلش رو هم مثلا همون پدینگ 15x50 انتخاب میکنی، 50px، و border radius هم بهش بدیم، border dash radius همون 8px میذارم. و بذارین اول ببینیم که چه شکلی شد. باتممون رو ساختیم، همین باتم رو برای پسورد هم میذارم و فقط تکستش رو عوض میکنم. این رو کپی میکنم کل تگ اینپوتش رو و اینجا تکستش رو به جای ایمیل آدرس میذارم پسورد. فونت و ایناش رو هم میذاریم همین بمونه. حالا من میخوام قبل از یوزرنیم و پسورد بنویسم که اینجا مثلا نام کاربریه یا یوزرنیمه و پایینم بنویسم که پسورده. تگ اینپوت هم رو توی تگ دیو قرار میدم که بتونم بهش استایل بدم. تگ باز دیو، این هم تگ بسته دیو. حالا تکسی رو که میخوام بنویسم اینجا قبل از تگ اینپوت هم بنویسم، مثلا میخوام بنویسم یوزرنیم و توی تگ دیو میام بهش استایل میدم. رنگی که میخوام باهاش نوشته بشه رو سفید انتخاب میکنم من. شما رنگی که دوست دارین میتونین انتخاب بکنی. و فونت سایزش رو هم بذارم مثلا 15. یک کنترل اس بگیریم ببینیم که چه شکلی شد صفحمون. خب یکم کوچیکه، من فونتش رو بزرگتر میکنم، مثلا میذارم 20. و یه فاصله هم بین تکست باکس و متنمون ایجاد میکنم اینجا MBSP و کپی میکنم مثلا 3 ازش یا 2 ازش میخوام بذارم. سیف میکنم و فکر میکنم که دیگه الان اوکی باشه. تگ دیومون رو ایجاد میکنیم، بذاریم کپیش بکنم چون میخوایم یه شکل باشه. و اینم تگ بسته دیو. به جای یوزرنیم هم قبل از تگ اینپوت می نویسم پسورد. فاصلش رو هم کپی می کنم می ذارم اینجا. کنترل اس می گیرم و این طرف یه رفرش می کنم. برای پسورد باید فاصله رو یه ذره بیشتر کنیم. و الان مدل نمایشمون خوب شد به نظرم. یه باتن هم باید ایجاد بکنیم برای ساینی که حالا اون رو مثلا من با تگ باتن بنویسم که کار با تگ باتن هم یاد بگیریم. اینجا من تگ باتن رو می نویسم، تگ باز داره و تگ بسته. میخوام توش بنویسم ساین این و استایلش رو هم میخوام یه پدینگ کمتر بهش بدم دیگه، از اون دوتا باتم هم میخوام کمتر باشه. 15 رو حفظ میکنم که عرض باتم هام هست و به جای مثلا 50 بذاریم 20. border radiusش رو همون رو کپی میکنم مینویسم. background color رو
سبز میذارم که معمولا آدم ها چشمشون آشناتره به سبز ها، دوست دارن روش کلیک بکنن. بوردر هم نمیخوام داشته باشه، پس بوردر رو نان میذارم. یه کنترل اس بگیریم، یه رفرش کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. برای اینکه نظرم بیاد خط بعدی، باید یا توی همون تگ دیو قبلی بنویسمش، کپیش کنم ببرمش اینجا، به خاطر اینکه تگ دیو تگ بلاک بود و نمیذاش که هیچ تکس دیگه ای کنارش بیاد، میبرد تکس های بعدی رو خط بعدی. برای اینکه نذاریم این اتفاق بیفته، یا باید اینجا بنویسیمش یا باید هر دوتا آیتم رو به صورت اینلاین بنویسیم. حالا کار ساده تر رو فعلا انجام میدیم، ولی درستش اینه که به صورت اینلاین بنویسیمشون و هر کدومش تگ دیوشون جدا باشه. من میبرمش توی تگ دیو قبلی و کنترل اس میگیرم، اینجا هم یه رفرش میکنم. خب من فقط تکستش رو رنگش رو عوض بکنم، تکستم رو یعنی کالرم رو بذارم وایت که یه ذره مشخص تر باشه، و این رو هم کنترل اس میگیرم و رفرش میکنم. الان میتونیم یوزرنیم و پسورد رو از کاربرمون بگیریم، تایپ پسوردمون رو عوض نکردیم. بذارین تایپ پسورد رو هم عوض کنیم، تایپش نمیخوایم که تکست باشه، میخوایم که پسورد باشه. الان اگر که من اینجا تایپ بکنم به صورت پسورد برام تایپ میکنه. پس یوزرنیم و پسورد از کاربر میگیریم و اگه رو ساینین هم کلیک بکنیم احتمالاً باید وارد پروفایل کاربر بشیم. این پایین هم میخوایم یه دونه چک باکس بذاریم که این رو هم با همدیگه انجام بدیم و این صفحه دیگه کارش تموم میشه. یکم برای این که فاصله بندازیم بین خطامون، من از تگ بریک استفاده میکنم و این پایین میام یه تگ دیو ایجاد میکنم برای اینکه بتونم بهش استایل بدم. تگ دیوم رو میبندم و اینجا از تگ اینپوت استفاده میکنیم. تایپمون رو میذاریم چک باکس. میخوام به صورت پیش‌فرض تیک خورده باشه، پس چک رو هم میذاریم تو حالت چک شدیم، چک انتخاب میکنیم. متنی هم که میخوام بنویسم مثلا استی سایندینه. و یه کنترل اس میگیرم، یه رفرش میکنم. بذاریم یه استایل هم بهش بدیم، رنگش رو عوض بکنیم، رنگش رو سفید بکنیم. استایل کالر و یه فونت سایز هم مثلا من 20 در نظر میگیرم واسه. حالا یه کنترل اس، یه رفرش. الان تقریبا اوکی شد. فقط اگه بخواین که چک باکستون یه حالت مرتب تر داشته باشه، میبینین الان وسط متن ما نیست و یه ذره هم کوچیکه واسه، اون رو هم میتونین سایزش رو تغییر بدین. اگه بخواین چک باکستون رو سایزش رو تغییر بدین، باید بیاین توی همون تگ اینپوتتون یه استایل تعریف بکنین واسه و بهش طول و عرض بدین. مثلا من الان ویتش رو میذارم روی 15 و هایتش رو میذارم روی 15 که حالت مربعی حفظ بشه. الان مشخصه که تکستمون دقیقا وسط این مربعی که داریم نیست. برای اینکه حالت وسط چینش بکنیم، باید از ورتیکال الاین استفاده بکنیم. توی همون استایلمون ورتیکال الاین رو می نویسیم و میدل، حالت میدل رو براش انتخاب میکنیم.
این رو هم سیو میکنم و رفرش میکنم. الان دقیقا وسط متنم قرار گرفت. خب اینم صفحه لاگینمون. خیلی دیگه کاری باهاش نداریم. بریم برای صفحه های بعدی. بریم توی صفحه هوم و صفحه بعدی که میخوایم درست کنیم صفحه بلاگ. برای درست کردن صفحه بلاگمون اولین کاری که میکنیم اینه که بریم یه دونه فایل HTML جدید بسازیم. روی نیو کلیک میکنیم و این فایل رو سیو از میگیرم من. توی همون فولدر ذخیرش میکنم. و اسمش رو میذارم blog.html. خب حالا بیس پیجمون رو کپی میکنیم این بر. هر چیزی که نوشتیم توی پیج قبلی من همون رو برمیدارم و اینجا توی بلاگ کپی میکنم. و چون از پیج لاگین کپی کردم فقط اون بخشای لاگین رو پاک میکنم و کلیت صفحه و نویگیشن و اینا رو میذارم به. پس تگ فرممون رو از اینجا پاک میکنم. بریم ببینیم که توی صفحه بلاگمون چی میخوایم داشته باشیم. ما اینجا میخوایم مثلا یه عکس از غذا داشته باشیم که عکس رو کپی کردم همون اول تو همون فولدری که میخواستیم. و مواد لازم رو میخوایم بنویسیم و دستور پخت و ساده ترین شکل ممکنش رو. و یه بک‌گراند هم واسهش در نظر میگیریم که مثلا حالا چون بک‌گراندمون تیره تره مشخص بشه که این یه رسیپی جداگان است. خب برای نوشتن تمام این موارد برگردیم توی نرم‌افزار اتممون. قبل از هر چیزی بک‌گراند رسیپیمون رو درست بکنیم. یعنی یه دیو هم می‌نویسم. یه تگ دیو. و این هم تگ بستش. و به این تگ دیوم استایل میدم چون میخوام رنگش رو عوض بکنم. پس میگم بک‌گراند کالر میخوام بهش بدم. باز برای بک‌گراند کالرم من از رنگایی که قبلا استفاده کردم استفاده میکنم. یه عرض بهش میدم، میگم مثلا 50% عرض صفحه من رو بگیره. یه کنترل اس میگیرم و یه رفرش میکنم ببینیم که صفحمون چه شکلی شد. بذارین بریکامون رو هم بزنیم که پشت نویگیشن چیزی نباشه. داخل تگ دیوم یه چیزی همینجوری فقط تایپ میکنم واسه این که بتونیم رنگ رو ببینیم و چیزی که ایجاد شده رو. وقتی که رفرش بکنم میبینیم که الان یه بخشی با همون رنگی که میخواستیم برامون ایجاد شده که توش میتونیم الان هرچی که میخواییم رو بنویسیم. من اول از همه میخوام که اون عکسی که داشتیم رو بیارم توی صفحه بذارم. باید از تگ ایمیج استفاده کنم برای اضافه کردن عکس. ایمیج رو مینویسم و برای اینکه بهش آدرس بدم از SRC استفاده میکردم اگه یادتون باشه. مساویه با اینجا باید اسم عکسمون رو قرار بدیم اگر که عکس و فایل HTMLمون توی فولدر هستن. اگر نیستن به ترتیب باید اسم فولدرها رو بنویسیم تا برسیم به عکسی که اونجا هست. پس من الان فقط اسم عکس رو می‌نویسم دات فرمت عکسم و تگ ایمیجم رو می‌بندم. الان اگه سیو بگیرم و رفرش بکنم فکر میکنم که کل صفحه‌ام رو عکس بگیره. برای این که عکسمون رو کوچیک بکنیم بیایم و توی همین تگ ایمیج به عکسمون استایل بدیم. استایل رو مینویسیم. اول از همه براش یا طول یا عرض رو مشخص میکنیم. من الان بهش ویت میدم و ویتش رو هم میذارم روی 300 پیکس. بذارین اول ببینیم که چه شکلی شده عکس. خب عکسمون کوچیک شد. خب من یه پدینگم بهش میدم برای اینکه از گوشه هامون فاصله بگیره. پدینگ رو میذارم مثلا 10.
الان یه خورده بهتر شد. تگ ایمیج از تگ های اینلاینه، یعنی کنارش میتونه تکس قرار بگیره، ولی من نمیخوام این اتفاق بیافته. میخوام هر تکسی که مینویسم بیاد خط بعدی، برای همین میام این تگ رو دیسپلیش رو میذارم بلاک. وقتی این کار رو بکنم الان تو خروجیم اتفاق نمیافته، ولی بعد که میخوام چیزی بنویسم میاد و خط بعدی قرار میگیره. یه جایگزین هم واسه عکسمون بذاریم. اگه یادتون باشه ما هر وقت از تگ ایمیج استفاده میکردیم یه alt هم براش مینوشتیم. مثلا من اینجا alt همو میذارم اسم غذا، که اگر به هر دلیلی عکس من نشون داده نشد مخاطب بفهمه که ما داریم مثلا در مورد چی صحبت میکنیم. من میخوام که عکسم رو وسط چین هم بکنم، یعنی بیارمش وسط این بلاکی که داریم. برای این کار الان میام از مارجین رایت و مارجین لفت استفاده میکنم، که مقدار حاشیه‌ای که من میخوام رو از سمت راست و از سمت چپ عکس مشخص میکنم. مثلا من مارجین لفت رو استفاده میکنم و میذارمش رو حالت اوتو و مارجین رایت رو هم دقیقا همینطور. اون رو هم میذاریم روی آتو. به صورت خودکار یه فاصله یکسان از سمت چپ و از سمت راست عکس بهش میده. الان عکسمون وسط چین میشه. خب این از تصویرش. خیلی کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم. من خیلی الان وارد بحث CSS نمیشم، آسون ترین چیزها رو براتون انتخاب میکنم توی CSS. بعدا با هم دیگه توی دوره آموزشی CSS همه اینها رو بررسی میکنیم. برای نوشتن مواد لازممون بیایم از تگ تیبل استفاده بکنیم. من تگ تیبل رو مینویسم، این تگ بازش و این هم تگ بسته. داخل تگ تیبل میام و سطر و ستونام رو مشخص میکنم. اگه یادتون باشه با TR ما میومدیم تعداد سطرمون رو مشخص میکردیم، تگ باز TR و تگ بسته TR، و با TD تعداد ستون هامون رو مشخص میکردیم. این هم داخلش تگ باز TD و تگ بسته TD. خب من این تگام رو کپی میکنم به تعدادی که میخوام جدولم سطر و ستون داشته باشه. مثلا جدول من اینجا الان میخوام که 6 تا سطر داشته باشه و یه دونه ستون. من همه چیز رو توی همون یه دونه ستون هم میخوام بنویسم. و سطر اولمون هم یادمون هست که میتونستیم براش تایتل بنویسیم. پس به جای TD میمدیم TH مینوشتیم، که TH هدرمون رو مشخص میکرد. خب من بیام اینجا مثلا کپی بکنم اون چیزایی که میخوام رو، این رو به عنوان هدرم مینویسم. حالا من همش رو بر نمیدارم، یه تعدادش رو بر میدارم. خیلی الان برامون مهم نیست که دستورمون کاملا درست باشه. الان بریم که یه سیف بکنیم، یه رفرش بکنیم ببینیم اصلا چه اتفاقی افتاد. حالت جدول مانند و به ترتیب مواد لازم من اینجا نوشته شد و همطور که میبینید هدر من بولده و با بقیه فرق میکنه. برای اینکه همشون رو بیاریم وسط چین بکنیم دوباره، بیایم و این استایل مارجین رو اینجا هم کپی بکنیم. من استایل رو تو تگ هدر می نویسم و این تیکه مارجین لفت و مارجین رایت رو توش کپی می کنم. الان باید وسط چین شده باشه. خب اینم درست شد. بریم سراغ توضیحاتی که می خواستیم داشته باشیم. من
دو تا تگ بریک بعد جدولمون استفاده بکنم که بریم یه ذره پایین تر و بعد از اون من چون فقط میخوام این متن ساده بنویسم میام و از تگ پاراگراف استفاده میکنم، تگ باز پاراگراف و تگ بسته پاراگراف. داخل تگ پاراگرافمون میخوایم چی داشته باشیم؟ میخوایم که یه تکست رو توش کپی بکنیم. من برم تو همون صفحه که داشتیم و استپ ها رو میخوام کپی بکنم توش. استپ اول و استپ دو. خب الان اگه بریم تو صفحه و ببینیم که چه شکلی شده، چون من دو تا متن رو پای سر هم نوشتم هیچ فاصله بین استپ یک و دوم نیست. اگر که بخوام هر کدومشون توی یک خط باشه بهتره که من هر کدوم از استپ هامو بذارم توی یک تگ اسپن و بعدش بیام از تگ بریک استفاده بکنم. دوباره اینجا یه تگ اسپن، و اینجا هم تگ اسپن دومم رو میبندم و بعدش هم از تگ بریک استفاده میکنم. ببینیم که چه شکلی شد. خب الان یکم بهتر شد. اگه یه تگ بریک دیگه بذاریم احتمالا بهترم میشه. و برای اینکه از گوشه فاصله داشته باشه هم بیایم تو خود تگ پاراگرافمون یه مارجین لفت براش در نظر بگیریم. پس یه استایل به پاراگرافمون میدیم و مارجین لفت رو یه عددی انتخاب میکنیم. من الان 15 پیکس میذارم. این رو هم سیو میکنم، رفرش میکنم. الان خیلی بهتر شد. از گوشه سمت چپمون هم فاصله گرفت. میتونید اگه دوست دارید براش مارجین رایت هم در نظر بگیرید. همین مارجین رو همینجا توی استایل بهش مارجین رایت بدیم. همون 15 پیکس واسش در نظر میگیریم که از این طرف صفحه هم مدل نمایشش بهتر بشه. خب اینم از صفحه بلاگمون. بریم سر وقت صفحه ویدیو. اول بریم و یه نیو فایل درست بکنیم. همین رو ذخیره بکنیم به اسم ویدیو. من کل مشخصات صفحه بلاگم رو یه کنترل آ میگیرم، کنترل سی و پیستش میکنم توی صفحه ویدیو. بخشایی رم که نمیخوام پاک میکنم و فقط میذارم اون بخشای مربوط به منومون بمونه توی صفحه. صفحه ویدیومون صفحه آسونیه به خاطر اینکه ما الان فقط میخوایم از ویدیوهای یوتیوب استفاده بکنیم و عملا کافیه که ما ویدیوهای یوتیوبمون رو انتخاب بکنیم و از گزینه امبد استفاده بکنیم، بیاریم و توی صفحهمون پیست بکنیم. من فقط یه تگ دیو میسازم برای کل ویدیوها و همشون رو میذارم توی این تگ دیوی که الان دارم میسازم. تگ باز و تگ بسته دی. و من یه سری ویدیو از قبل انتخاب کردم واسه این کار و تنها کاری که میکنم اینه که میام اینجا از گزینه شیر استفاده میکنم، امبد رو میزنم و تگ آی فریمی که اینجا هست رو همش رو کپی میکنم و میارم توی صفحم توی تگ دیوم و همینجا پیستش میکنم. هیچ تغییر دیگه ای هم من نمیخوام بدم توی ویدیو.
و همین رو الان اگر که سیو بکنیم و رفرش بکنیم صفحه رو، میبینین که ویدیوی ما اینجا اضافه شد. حالا برای اینکه ویدیوهای دیگه هم توی صفحم قرار بدم که صفحم خالی نباشه، باز دوباره میام یه ویدیوی دیگر رو انتخاب میکنم، امبد، کپی و اینجا توی صفحم پیستش میکنم. من از تگ بریک هم بین ویدیوهام استفاده میکنم برای اینکه یه فاصله نرمال بینشون ایجاد بشه. از تگ بریک هم میزنم و ویدیوی بعدی این رو هم کپی کنیم و اینجا پیستش بکنیم. و این هم مثلا ویدیوی آخرم. میخوام 4 ویدیو بذارم که شما اسکرول توی صفحه رو هم ببینید. الان تصویر بک‌گراند من ثابته، منوی من منوی ثابتیه و فقط ویدیو هم داره اسکرول میشه. این دقیقا همون چیزی بود که ما میخواستیم. بریم سراغ صفحه کانتکت آس. توی صفحه کانتکت آس میخواییم که با همدیگه بریم سرچ بکنیم یه کد HTML خیلی خوب واسه صفحه کانتکت آسمون پیدا بکنیم و خودمون خیلی کاری نکنیم روش. فقط بریم یه دونه کد HTML پیدا بکنیم و اینجا پیستش بکنیم. من صفحه کانتکت آسمون رو بسازم. نیو فایل و سیو. اینجا هم کانتکت آس .html و هر چیزی که توی صفحه ویدیو داریم رو من کپی میکنم و پیستش میکنم تو صفحه کانتکت آس و فقط این تگ دیوی رو که اضافه کردیم پاک میکنم. خب من کانتکت آس پیج رو پیدا میکنم. sample html ببینیم که چه چیزایی میتونیم پیدا بکنیم واسش که به وبسایت ما هم بخوره و فری هم باشه. خیلی نمیخوایم چیز پیچیده ای انتخاب بکنیم. من فرمی که تصویر داشته باشه و اینا نمیخوام، فقط میخوام که یه فرمی پیدا بکنم که خیلی ساده باشه، فقط بتونیم اطلاعات تماسمون رو بدیم یا اینکه کاربر اگه بخواد مسیجی برامون بفرسته بتونه این کار رو بکنه از طریق فرم کانتکت آس. ولی شما میتونید هر مدلی رو که خودتون دلتون میخواد انتخاب بکنید. میتونید شما توی سرچتون CSS رو هم بیارید، یعنی اصلا CSS رو بیارید که فرمت هایی رو که جاوا اسکریپت دارن بهتون نشون نده. مثلا اینجا یه همچین فرم رو میتونین استفاده بکنید که هر کدوم رو انتخاب بکنید کد HTML و CSSش رو میتونید دانلود بکنید. من حالا از وبسایت W3 School استفاده میکنم و راحت ترین فرمش رو هم انتخاب میکنم. اینجا کل کدش هست. من اگه رو try it yourself بزنم همین کد رو میتونم کپی بکنم و توی صفحم پیستش بکنم. فقط واسه اینکه یه بار کد رو با هم دیگه بررسی بکنی، برای هر کدوم از تکست باکس هامون اومده از تگ اینپوت استفاده کرده، برای نوشتن عنوان هر کدوم از تکست باکس ها از تگ لیبل استفاده کرده و اینجا مثلا برای کانتری اومده و از تگ سلکت استفاده کرده. تگ سلکت رو نوشته و آپشن‌های مختلفی واسه اون در نظر گرفت. مثلا اینجا می‌بینیم که 3 آپشن در نظر گرفته: استرالیا، کانادا و USA. و اینجا هم می‌تونیم این آپشن‌ها رو هر کدومشون رو که می‌خوایم انتخاب بکنیم. و نهایتاً هم یه تکست ایریایی در نظر گرفته که کاربر می‌تونه پیامش رو اینجا بنویسه و یه پلیس هولدری واسش گذاشته که مثلا نوشته توش write something.
و یه باتم سابمیت براش در نظر گرفته که این باتم سابمیت رو هم از تگ اینپوت اومده استفاده کرده، تایپش رو سابمیت انتخاب کرده، چیزی هم که توش نوشته همون سابمیته. یه سری کد CSS داره این فرمی که ما انتخاب کردیم. به جای اینکه بیاد کدای CSS رو به صورت استایل بنویسه، اینجا اومده و به صورت جداگانه کدای CSS رو در نظر گرفته. حالا بعد از این توی آموزش CSS ما این مدل نوشتن رو هم یاد میگیریم و معمولا هم از این مدل استفاده میکنن واسه اضافه کردن CSS به دستورات HTMLشون، به خاطر اینکه خیلی ساختار یافته تر و بهتر. ولی اصلا چیز پیچیده ای نیست. تمام اینا رو ما توی استایل میمدیم تعریف میکردیم. مثلا اومده برای هر کدوم از تکس ایریا ها ویدز در نظر گرفته، پدینگ در نظر گرفته، مثلا border radius در نظر گرفته، یکم از حالت مستطیلی خارجشون کرده، margin top در نظر گرفته و تمام موردهایی که اکثرشون رو تا حالا ما هم استفاده میکردیم. خیلی چیز پیچیده ای پس نده. و من میتونم خیلی راحت بیام و همین فرم رو توی صفحه خودم کپی پیست بکنم. فقط لازمه که اینجا این بخش از کد رو توی فایل خودم کپی بکنم و اینو سیف کنم و برم صفحه خودم رو باز بکنم. یه رفرش بکنیم ببینیم که صفحمون چه تغییری کرد. من میخوام که یکم کوچیکترش بکنم، یعنی با ساختار کل وبسایتم یکیش بکنم. میام و همون باکسی که داشتیم واسه بلاک هم استفادهش کردیم توی این صفحه هم ازش استفاده میکنم. تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که بریم توی صفحه بلاک و اون تگ دیوی رو که داشتیم و توش سایز مشخص کرده بودیم بیاریم و توی این صفحه همون هم ادش بکنیم. من میام اول کدای این صفحه هم بعد از نویگیشن و تگ دیو رو اضافه میکنم. آخر صفحه هم میام تگ دیوم رو میبندم. حالا اگر که سیو بکنم و رفرش بکنم میبینیم که الان حالت تگ فرمم به ساختار کل صفحم میخوره. در مورد این باکسی هم که اینجا ایجاد کردیم، ممکنه که شما بخواید تصویر پس زمینتون یکم مشخص باشه، یعنی باکس کامل تصویر پس زمینه رو نپوشونه. حالا توی بلاک خیلی بیشتر مشخص بود این قضیه. میتونیم بیاین و براش اوپاسیتی در نظر بگیریم. داخل تگ دیومون من توی استایل یه اوپاسیتی رو هم در نظر میگیرم و این رو مثلا 7/8 در نظر میگیرم. هر چقدر که شما خودتون دوست داشته باشین، من به نظرم 8/8 واسه صفحه من کافیه. و این رو یه کنترل اس میگیرم. نیکه یه خورده کم رنگ تر شد. حالا توی صفحه بلاک هم همین رو کپی میکنم، اوپاسیتی رو. اینجا هم به نظرم اینکه بک‌گراند یکم مشخص باشه بهتر. بریم سر آخرین پیجمون که About Us هست و ساده ترین پیجمون هم هست. همین بلاک رو ما توش حفظ کردیم و یه تکست توش نوشتیم که الان دیگه میدونیم فقط باید از تگ پاراگراف استفاده بکنیم، همه رو وسط چین بکنیم و بریم و صفحه About Usمون رو هم بسازیم. یه صفحه جدید براش، یه نیو فایل میسازم، همین رو سیو از میگیرم .html و کدهای صفحه کانتکت آسم و یا هر کدوم از صفحاتی که میخوایم رو توش کپی میکنیم و تمام موارد مربوط به صفحه کانتکت آس رو پاک میکنیم. من فقط میخوام این باکسم رو نگه دارم. برای تیتر بات آسمون میتونیم از تگ H1 استفاده بکنیم و اسم پیجمون رو بنویسیم. مثلا من اینجا بنویسم About Health. یا میتونیم از یه تگ اسپن ساده استفاده بکنیم و توش تیترمون رو بنویسیم. حالا من از تگ H1 استفاده میکنم. تگ H1 هم رو مینویسم
و این هم تگ بسته اچما. چیزی که میخوام توش نمایش داده بشه About Us Page هست و یه تگ دیگه هم برای پاراگراف بعدیم در نظر میگیرم. تگ پاراگراف رو مینویسم، تکسی که دارم رو توش کپی میکنم. و حالا یه پاراگراف دیگه هم اضافه میکنم و یه توضیح دیگه هم توش پیست میکنم. با همین محتوا صفحم رو رفرش میکنم ببینیم که چه شکلی شد. خب من میخوام که کل محتوا وسط چین هم بشه. برای اینکه وسط چینش بکنم باید بیام و از تگ سنتر استفاده بکنم. تگ سنتر رو دو طرف کل متن ها می نویسم و این هم تگ بسته سنتر. من از تگ بریک هم توی کدم استفاده بکنم واسه اینکه یه ذره فاصله ها رو بتونم تنظیم کنم. اینجا قبل از تگ اچوانم من از تگ بریک استفاده میکنم. بعد از تگ اچوان هم یه دونه تگ بریک بذاریم. بعد از پاراگراف اولم و بعد از تگ سنتر هم من از تگ بریک استفاده میکنم که یه جورایی وسط قرار بگیره متنم. خب صفحاتمون تقریبا تموم شد. شما میتونید هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید طبق اون چیزایی که تو اون ده جلسه آموزش HTML یاد گرفتین به سایتتون اضافه بکنین. ما فقط اینجا میخوایم که صفحاتمون رو به همدیگه مرتبط بکنیم. یادمون نره که این کار بکنیم چون توی همه صفحه ها اومدیم و فقط از هشتگ استفاده کردیم واسه یه لینک کردن منومون. من میام اینجا و توی تمام صفحاتی که ساخته بودم به جای هشتگ از اسم صفحه ها استفاده میکنم. مثلا اینجا میخوام که صفحه هومم وصل بشه به index.html صفحه بلاگم وصل بشه به blog.html ویدیو همینطور کانتکت آس و صفحه about آس. و الان اگر که رفرش بکنم میبینین که ما خیلی راحت میتونیم روی منومون کلیک بکنیم و به هر صفحه که دلمون میخواد وارد بشیم. و توی صفحه هوم هم که میتونستیم روی لاگین کلیک بکنیم و بین صفحاتمون اینجوری میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. این از وبسایت ساده ما با استفاده از HTML و یکم CSS. اما سعی میکنیم توی دوره کامل CSS که امیدواریم شما همراهمون باشید توی دوره CSS تمام مواردی که شما نیاز دارید واسه طراحی سایت با استفاده از CSS رو بهتون بگیم و بتونیم پروژه های کامل تری رو در اختیارتون بذاریم. اگه دوست داشتید میتونید این پروژه رو خودتون کامل بکنید، بعد از دوره CSS هم استفاده بکنید، روش کار بکنید بیشتر و به عنوان یه نمونه یه جور رزومه از کارتون همیشه همراهتون داشته باشید، بتونید برای مصاحبه هاتون ازش استفاده بکنید. یادتون نره که فقط با ویدیو دیدن نمیشه یه برنامه نویس حرفه‌ای شد و شما حتما باید که کار بکنید، تجربه به دست بیارید، سعی کنید که یه سری نمونه کار برای خودتون آماده بکنید و البته که شما الان اول کار هستید، بعد از HTML باید CSS و JavaScript رو هم یاد بگیرید تا بتونید یه مسیر مشخص رو تو برنامه نویسی برای خودتون پیدا بکنید.
اگه این ویدیو براتون مفید بود و نمیخواید که ویدیوهای بعدی ما رو از دست بدید، لطفاً توی کانال ویژن آکادمی سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون معرفی بکنید، نظرات و سوالهاتون رو هم توی بخش کامنت با همون در میون بذارید. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم که امروز هم یک گام به هدفی که داشتید نزدیک‌تر شده باشید.